Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة،
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم إن شاء الله പ്രിയ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യാം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا
يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إن شاء الله بريم الله مؤمنين عليه. സൂറത്ത് സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്ത് സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലിഫ് ലാം. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إن شاء الله بريم الله مؤمنين على إبادة تلاوة تند سجود جيّ السنة توند نيان تلاوة تند سجود جيّ إنه إن نيّت جيّد الله أكبر إنه ورنه كاي غطي نهر ور سجود ليك بوغا سجود سجد وجهه الذي خلقه وقدره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين എന്ന ذكر ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാല്ലാ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم ഇൻഷാല്ലാ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ആക്കിപത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا
يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا الله يا اول يا الله يا اول يا الله يا اخر يا الله يا اخر يا الله يا ظاهر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا غفور يا الله يا رؤوف يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക.
أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أصف الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء. صلواتي على النبي والسلام، وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك من ربي السماء، السلام عليك دام بلا انقضاء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي. صلواتي على النبي والسلام، وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أحمد يا محمد، السلام عليك طه يا ممجد، السلام عليك يا كهف ومقصاد، السلام عليك يا حسن تفرد. صلواتي على النبي والسلام، وهو خير الأنام بدر التمام. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى، صلوا عليه وسلموا. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. إن شاء الله بريم الله مؤمنين عليه. നമുക്കിനി അധികാര സ്വഭാവിന് പകരമുള്ള നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിൻ്റെ റൗദയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം. ഹബീബിൻ്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചെയ്യാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله بريم الله مؤمنين على إني نوتي بدلنا وطا يا حي يا قيوم إن الله ذكر من السر جلوا يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله بريم الله مؤمنين على إني ألا ورم قبل إليك ديني ركنا حبيبايا برواجك صلى الله عليه وسلم آتنا للرولة شريف من سليك كنت ورنا نت حبيبنا أورت كنت مدينة إيدا پچك كبب إيدا تاروار تند وشرم قلن لوغ تند راج كمار حبيبايا برواجك صلى الله عليه وسلم آتنا للمن سليك كنت ورنا حبيبنا أورد نمك ألبم سلام چلام سلام نان چلی ترام نلت چلن السلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين السلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين خذ بيدي نبي عندك ينبدكنا نبي قلت حيلتي രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ, ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ, അതിരികിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ, മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ, ആയത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചെല്ലിക്കോണി അധിരിക്കിനി മുറാദി അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി
أدركني مرادي يا رسول الله الله غني سيغريكنا الله غني قبولا كنا الله حبيب النبيل آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമോദിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയിൽ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹബീബിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഹബീബിൻ്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തത് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇനി ദുആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹെത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. അല്പം നമ്മൾ ഖുർആനൊക്കെ ഓതി അല്പം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സൂറത്തുൽ കഹഫൊക്കെ ഓതി. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് കുറച്ച് ദ്വാവസ്യത്തുകളുണ്ട്. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയൻ്റെ കുറേ ആൾക്കാർ കണക്ക് വിട്ടുതന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ വിട്ടുതന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഷായിൻ്റെ മുമ്പ് കിട്ടിയ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നും എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സ്വലാമുകൾ എനിക്ക് വിട്ടുവന്നതും വിട്ടുതരാത്തതും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയതും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മെ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മറിയുമ്മ പി എ, ഭർത്താവിൻ്റെ 31-ാമത്തെ ആണ്ടാണ്, ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഫാത്തിഹ ഖിലാസും അവബദത്തിനും കോതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദുആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. സൈന നീലേശ്വരം 5000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മഹീഷത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാവശ്യത്തുണ്ട്. താജിൻ നിസാ ബീവി സ്വലാത്ത് 5000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, തഹലീൽ 5000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രത്യേകം ദ്വാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബിയാത്തു വടകര 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്കും മരണപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ മറ്റു കുടുംബാദികൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹസീന കൊല്ല 35,500 ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 31,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദ്വാവസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവിന് വിസ അടിച്ചു കിട്ടാൻ, സ്വന്തമായി ഒരു കിടപ്പാടം ഉണ്ടാകാനും, സ്വന്തമായി വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭർത്താവിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിസൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് സ്വന്തമായ ഭൂമിയിൽ, സ്വന്തമായ വീട്ടിൽ, സ്വന്തമായി സന്തോഷത്തോടെ അന്ത്യമുറങ്ങാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതുവരെ വായിച്ചവരും വായിക്കാൻ പോകുന്നവരും നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലിയ ദിക്ര സ്വലാത്തൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബുൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ വിവാത്തുകുട്ടി എടക്കഴിയൂർ ദിക്കറും സലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിവാത്തുകുട്ടിയുടെ പിന്നെ നബീസ കുട്ടിയുമ്മയും ദിക്കറും സലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 5000 ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ല 5000 സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. വിവാത്തുകുട്ടിയും 5000 സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2500 ദിക്കർ, അതുപോലെ തന്നെ 2500 സ്വലാത്ത് നബീസമ്മ, വിവാത്തുകുട്ടിയമ്മ, രണ്ടും മരം ഇട്ടാ നമുക്ക് വിവാത്തുകുട്ടിയമ്മ, നബീസം കുട്ടിയമ്മ.
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരൊക്കെ ചൊല്ലിയ ദിക്റു സ്വലാത്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസുഖം മാറാൻ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഖദീജ ഉടക്കാലി 14,000 ദിക്റും 4,300 സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ആമീന എന്ന സഹോദരി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 8,600 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച 6,080 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മുറാദുകളും സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ കരിക്കോട് 25,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവരും സഹോദരനും കൂടി, ഈ സഹോദരിയും ഫാത്തിമ എന്ന സഹോദരിയും സഹോദരനും കൂടിയിട്ടാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഫാത്തിമ മൂർക്കനാട് 7,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ മുറാദ് ഹസിലാക്കാൻ ഉണ്ട്. ഔസിയത്ത് സുബൈദ കൈപ്പമംഗലം 10,000 സ്വലാത്ത്, 10,000 ഇഖ്ലാസ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ഔസിയത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇത്താണ്ട് ആണ്ടാണ് മറ്റന്നാൾ പ്രത്യേകം ദുആവസീത്ത്. മറ്റന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ, നാളെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രിയപ്പെട്ട, ഇന്നലെ വിട്ട മെസ്സേജാണിത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമമ്മയുടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആണ്ട് വരുന്ന ആ അവരുടെ ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്താടെ ഖബറിലേക്ക് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ദിക്റിൻ്റെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സ്വഭാവത്തിൽ വിലത്തിച്ച് അള്ളാഹു ഖൈറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഐഷബി പള്ളിക്കര ബസാറിന് 13,500 സ്വലാത്ത്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ തഹ്ലീലൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. യാസീൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസുഖം മാറാൻ, മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഷിഫയാകാൻ, മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആമീന ചെറ ചൊറക്കാല 15,500 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 15,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. വീടിനും ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ രോഗശമനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേക ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുലൈഹ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 7,000 സ്വലാത്ത്, മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നബീസ കിഴക്കഞ്ചേരി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 17,033 സ്വലാത്തും 5,033 ദിക്റും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും ഫലത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നബീസ 5,000 സ്വലാത്ത്, ദിക്ർ 4,000, മുറാദ് ഹാസിലാ രോഗശമനത്തിന് ആവശ്യത്ത്. റംല കാസർകോട് 4,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. റംല അലിയാരി ചെറുവട്ടൂർ വർഷം കൂട്ടായ്മയിലൂടെ 71,313 സ്വലാത്തും 5,800 ദിക്റും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യാസീൻ ഊതിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, ഈ സഹോദരിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാൻ, റാഹത്തായി ഉറക്കം കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒക്കെ പ്രത്യേകം ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആമിന കാളികാവ് ജോലി ശരിയാകാൻ പ്രത്യേകം ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൂമിലാണ് അവരിയിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്തുള്ള സഹോദരിയാണ്. കുറച്ച് കടുണ്ട് നാട്ടിൽ 3 ലക്ഷം, അതുകൊണ്ടാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഗൾഫിൽ വന്ന് വിസ അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കാരണം പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസത്തിലാണ്. പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ പ്രയാസ വിഷമൊക്കെ നീക്കി ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റംലത്ത് 200,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഖദീജ പുത്രത്തനാണ്. സ്വലാത്ത് 2,000, ദിക്ർ 1,000, ഇസ്തിഗ്ഫാർ 1,000 പ്രത്യേകം ആവശ്യത്തുണ്ട്. ഷെഹല സ്വാലിഹ് 4,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. കോയ തിരൂരി സ്വലാത്ത് 8,000, തിബു സ്വലാത്ത് 1,000, കടങ്ങൾ വീടാനും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റംലത്ത് 10,000 ദിക്റും 10,000 സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അനുജത്തിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ആണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ ഉള്ള വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇതുവരെ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഓതിയതിന്റെ കുമിസിന്റെ സ്വഭാവ് ഞങ്ങളിന്ന് മരിച്ച എല്ലാവരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെയും ഒക്കെ ഹന്ദറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ എത്തിച്ചു നൽകണേ. റഹ്മാനെ. ഷെഹല സ്വലാത്ത് 4,000, അതുപോലെ തന്നെ കോയ തിരൂര് സ്വലാത്ത് 8,000, അതുപോലെ റംലത്ത് 10,000, ദിക്ർ 10,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാണല്ലോ അല്ലേ. ഒരു സഹോദരി സ്വലാത്ത് 4,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ദിക്ർ 2,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ 1,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. റിയാസ് അഖലാട് റസിയ 5,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നഫീസ തിരൂര് സ്വലാത്ത് 12,000, ഇസ്തിഗ്ഫാർ 1,000, ഇഖ്ലാസ് 2,000. ഉപ്പാന്റെ ആണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടവർക്കും കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു ചൊല്ലിയതിന് ഓതിയതിന്റെ മിസ്ലി ദുആബിനെ മരണപ്പെട്ടുവായ പിതാവിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. കൊച്ചറാബിയ പുത്തഞ്ചിറ 7,000 സ്വലാത്തും 5,000 ദിക്റും 5,700 ദിക്റും മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു സഹോദരി
30000 സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലിയത്? അള്ളാഹു ഖൈറിൽ ആക്കി, സന്തോഷത്തിലാക്കി നൽകട്ടെ. പ്രയാസം വിഷമങ്ങളൊക്കെ അവരെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇനിയും ധാരാളം ലക്ഷങ്ങൾ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ അവർക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഖദീജ ഒടക്കാലി 14000 സ്വലാത്തും ദിക്ര 4300 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹോദരി 2000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. സുബൈദ കോയ 100000 സ്വലാത്തും 70000 ദിക്റും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. റഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഒരു സഹോദരി 2000 ദിക്ർ 8000 സ്വലാത്ത്, മറ്റൊരു സഹോദരി 3000 സ്വലാത്ത് 3000 ദിക്ർ, ഇഖ്ലാസ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ 1000 ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ഖിറാഅത്ത് പാരായണം ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്ലിൻ ഷംസുക അസ്ലിൻ ഷംസു 8600 സ്വലാത്ത്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ആഴ്ചയൊക്കെയായിട്ട് അത്യാവശ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്നു. പ്രത്യേകം ദാവസ്യത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 8600, ഈ ആഴ്ച 650 സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ദുആവശ്യത്ത്. അതുപോലെ റസിയ വയനാട് സ്വലാത്ത് 5000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഖദീജ മൊയ്തു സ്വലാത്ത് 2000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്ന ബഷീർ സ്വലാത്ത് 1000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവർ, ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർ, ചൊല്ലിയത് അയക്കാൻ വിട്ടുപോയവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ. ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി, മരണസമയം വളരെ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കി, സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിത്തിൽ കിടന്ന് വസിയത്തൊക്കെ ചെയ്ത് കാണാനുള്ളവരെ കണ്ട് റാഹത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ മരിച്ചവരുടെ പേര് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വത്തൈനി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
آمين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان من ظلم السلطان، يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പഠിച്ചവനെ ലോക രക്ഷിതാവ് അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ സലാത്തുകളെ ദിക്റുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലിയത് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റബ്ബേ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ നിവർത്തിവെച്ച് ഖുർആൻ ഓതി അൽകഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതി അല്ലാഹുവേ ദിക്റിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയ സർവാപരാധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഓടിയതിൻ്റെ കമ്മിത്തിൻ്റെ സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഭാവികളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ ഹന്ദഖീങ്ങൾ എല്ലാ സഹാബത്തെ ഗ്രാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അയ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാശിദീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളും ശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറുൽ അഹ്ലുവാരുടെ ശോദാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബെ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദരജകളെ സ്ഥാനങ്ങളും ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ പാഹാബികളായി ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. സാമ്പത്തിക മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അത് നീ ഖബറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നാളെ മഹ്ശറയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നാളെ ഹിസാബിൻ്റെ വേളയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കടമ്പകൾ കടക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കടമയാണ്, ആദ്യത്തെ തടസ്സ മാർഗമാണ് ഖബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന. അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥുല ദവാബിന് ഞങ്ങളുടെ പനടപ്പെട്ടു പോയി. ഉമ്മയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉപ്പയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഭാര്യയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഭർത്താവിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, സന്താനങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, പേരമക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, വല്യപ്പമാരുടെ വല്യമ്മമാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, റഹ്മാനായ റബ്ബെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഞങ്ങളുമായി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലാ. ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥുല ദവാബിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥുല ദവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഹദിയാക്കും. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഖബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ
പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കുള്ള സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനൊക്കെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹനുബദലി കൊണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയത് ഖബറ് നീ സന്തോഷത്തിനാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വശമാണ് ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ കൃപയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അവരെ ഖബറിടലത്തിലേക്ക് തുറന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗശമനത്തിനായി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പലതരത്തിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മാനസിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഞങ്ങൾ നീക്കാക്കണേ അല്ലാ. ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ട രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. വഹ്മാനായ റബ്ബെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗികളുണ്ട്. ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് മടക്കിയ രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകുന്നവനെയാണല്ലോ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ. പലവരും ദ്വാവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ. വയറ്റിൽ മുഴ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ഉദവാന തടിപ്പ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ബേജാറിലാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ പലവരും. പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലെങ്ങാനും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബെ, ഞങ്ങളറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നീ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, അല്ലാഹുവേ, ദിക്ര ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിയവരുണ്ട്, ഖത്മ ഓതുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദി അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ ഹരുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ലിങ്കുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ. അതുപോലെ ഒരു ആഴ്ചയും ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി എണ്ണി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലവരും കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായനകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച മക്കളൊക്കെ നല്ല നല്ല കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ മൈഷത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ബിസിനസ്സുകൾ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സദഖ കൊടുക്കാനും സക്കാത്തൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും തൗഫീഖൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി മണ്ണില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഇതൊന്നും നിനക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കണേ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഉണ്ട്. വിസ കിട്ടാതെ, അക്കാമ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹു നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹർമാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്താനിയത്തിൻ്റെ ജിന്നിഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. മക്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെ റൗളത്ത് സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രമുള്ള പുന്നാര പൂമുഖം ഇങ്ങനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്ര ചൊല്ലി സ്വർഗം കണ്ട ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹു ഉറക്കനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ, അല്ലാഹു ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദ്
محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله مؤمنين لا أدت يا رجاء بوريكم برمامد ذكر صلاة ونك تشلي إردي رأك بردي وكنا إن شاء الله എന്നിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഇഷ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മജ്ലിസിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയി ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം മുസ്ലിം ദുആ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു